أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. درباره نماز صحبت میکردیم، یکی از مهمترین شرایط نماز طهارت است که به وسیله وضوء و بعضی کارهای دیگه به دست میاد. درباره وضوء روایت فراوان است و آیات قرآن هم درباره وضوء و آب که مایه طهارت برای انسانها هست مطلب فراوان داره. آیه 48 سوره مبارکه فرقان رو تقدیم کردم. خداوند متعال می‌فرماید از آسمان آبی فرو فرستادیم که این آب پاک است و مایه طهارت و پاکیزگی شما. در روایت نورانی از امام صادق علیه السلام وارد شده، فرمود هرگاه خواستی وضوء بگیری فتقدم الى الماء تقدمك الى رحمت الله، به آب نزدیک شو و احساس کن که به رحمت الهی نزدیک میشوی. آب جلوه رحمت خداوند متعال است. فرمود خداوند متعال آب را کلید نزدیک شدن به خودش قرار داده. آب کلید وارد شدن به مناجات و ارتباط با خداوند متعال در حال نماز است. فرمود به چند نکته توجه داشته باش. فتفکر فی صفاء الماء، در زلالی آب دقت بکن. و رقته و طهره و برکته و لطیف امتزاجه، در رقت آب، در برکت آب، در پاکیزگی آب دقت بکن. بعد به یک فرمایش از پیامبر گرامی اسلام حضرت اشاره میکنه. پیامبر فرمود المؤمن المخلص که مثل الماء، مؤمن مخلص مانند آب است، زلال است، با صفاست. و جمله آخر فرمود و طهر قلبک بالتقوى والیقین عند طهارت جوارحک بالماء. وقتی اعضا و جوارح تو با آب پاکیزه میکنی، قلب خودت رو هم با تقوا و یقین پاکیزه بکن. در کنار پاک کردن اعضا و جوارح، قلب و دلت رو هم پاک کن و با پاکی باطن به نماز بایست. دو روایت کوتاه از پیامبر اکرم درباره وضوء. فرمود الوضوء یکفر ما قبله، انسان وقتی وضوء میگیرد گناهانی که قبل از وضوء انجام داده رو پاک میکند. و روایت دوم فرمود لا یحافظ علی الوضوء الا کل مؤمن. محافظت بر وضوء یعنی دائم الوضوء بودن از خصیصه های مؤمنان کامل است. خداوند متعال به همه ما توفیق عمل به دستورات و وظائف شرعی رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.